بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا بر سلام خدمت بیننده های محترم تلویزیون تمدن، دکتر عبدالهادی قاسمی هستم. بازم با یک برنامه دیگر در خدمت شما خوبان. موضوع بحث ما امروز در رابطه با تنگی کانال نخایی یا تضایق کانال نخایی است. تضایق کانال نخایی چی است؟ تضایق کانال نخایی مشکلی است که فردی که دچار مشکل میشه درد در قسمت کمر، قسمت سورین و پاهای خود احساس میکنه. وقتی مریض دچار تنگی کانال نخایی میشه، خب اکثرا ما در قسمت کمر بعضی مشکلات دیکس هم داریم، دیکس کمر است، مشکل در مفاصل است و دیگر مشکلات دیگری است که مثل تومورا است. زمانی که فرد دچار تنگی کانال نخایی میشه، وقتی یک مسیر را میره در جریان را رفتن بعد از یک چند دقیقه که را میگرده نسبت به شدتش فرق میکند برای هر شخص. وقتی مسافه را میره یا بعد از چند دقیقه فرد مجبور میشه که ناشارن بیشینه، چون پاها کلن به قدرت خود از دست میده. وقتی فقط بر یک چند دقیقه میشه پس دوباره قدرت پاها به دست میه، باز میتونه بر یک چند دقیقه مسیر خود ادامه بده و به همین شکل. خب چه مشکلات باعث میشه که تنگی کانال نخایی به وجود بیایه؟ خود دیکس کمر میتونه باعث تنگی کانال نخایی شود، چون کانال نخایی که از خود نخای شوکی از او قسمت عبور میکنه، وقتی هر عامل باعث تنگی خود کانال شود میتونه همچین مشکل را به وجود بیاره. خو یک از علتاش دیکس کمر است. علت دیگه که از سرخوردگی موره است، که وقتی موره والا هم لغزش میکنه به شکل یا سر میخوره، هم میتونه باعث تنگی کانال نخایی شود. دیگه خود آرتروز فقرات، از زمانی که فقرات دچار آرتروز میشه بعض زایده های استخوان یا اسپور در نواحی تشکیل میشه که باعث تنگی کانال نخایی میشه. خب راز علایش مشکل است گفتیم که درد قسمت کمر داره، دیگه در قسمت سورین و خلف پاها تا قسمت پا است و دیگه فرد دچار مجبور میشه که بشینه. یک چیز دیگه در تنگی کانال نخایی که از مسئله است که فرد زمانی که دچار تنگی کانال نخایی میشه سردی در قسمت پاها احساس میکنه. خب این سردی دو علت داره. یکی مسئله خود جریان خون از زمانی که فرد شریانایش یا وریداش مشکل داشته باشه که برنامه وارث یاد میشه، هم میتونه دچار سردی بشه. اما فرقش با تنگی کانال نخایی که از باید خوب تشخیص شود که آیا فرد دچار تنگی کانال نخایی است یا مشکل از رگهای خونی است. خب برای تنگی کانال نخایی ما یک سلسله چند وضعیت است که ما وضعیت بر شما میگم. وضعیت ها را شما اول اگر چنین مشکلات را دارین، اول در وضعیت های با مو متد هایی که میگم شما در اون وضعیت ها قرار بگیرین تا دردتان کم شود. بعد از چند تا ورزش هم است که ما را برای شما میگم شما در خانه انجام بدین تا مشکلتان کمتر شود و دردتان کمتر شود، بتونین یک مسافه خوبتر را راه برین. برای تنگی کانال نخایی گفتیم چند تا وضعیت است. وضعیت اول به این شکل است که یک چوکی زیر پای خود میمانیم، بعد از او در این وضعیت خوب قرار میگیریم، زیر سر خود یک بالشت میمانیم، پاها زاویه 90 درجه است. خوب در این وضعیت برای 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه تا نیم ساعت در این وضعیت میباشیم. خوب کوشش میکنیم در جریانی که در این وضعیت هستیم خوب نفس های عمیق بکشیم، خوب خود ریلکس بکنیم. بعد از او بر یک 20 دقیقه یا نیم ساعتی که در این وضعیت می باشیم تا درد تسکین شود. این وضعیت باعث می شود تا فشاری که بالای خود نخا است، ناحیه فرامینی که تنگ شده کمی آزاد شود، فشار از بالای عصب برداشته شود، درد ما کمتر شود. دومین وضعیت برای تنگی کانال نخایی است که در حالت سجده است، برایش پریر استرچ یا حالت کشش در حالت نماز میگه برش، که در این حالت میشینیم، میایم دستای خود به این شکل میمانیم، سرم خوب در زمین میمونیم، سر دستا فشار نمیاریم، دستا خوب در حالت عادی، در حالت کشش میباشه، نفس های عمیق میکشیم. خوب حدود 5 دقیقه قدمی وضعیت میباشیم. بعد از حدود 5 دقیقه میم آرام به طرف بالا، پس زمین وضعیت میم میشینیم. این وضعیت باعث میشه تا فشار از بال خود کانال نخایی برداشته شود و درد ما کمتر شود. سومین وضعیت برای تنگی کانال نخایی است که بالای یک چوکی میشینیم، پار کم از هم فاصله میتیم و دستای خود میایم به طرف پایین. دستا رو میاریم بین هر دو پا قرار میتیم. اگر کف دستا به زمین باشه اسپا خیلی خوب است. در این وضعیت میایم سرم خوب پایین میکنیم. نفس های عمیق میکشیم. حدود یک دقیقه الا 5 دقیقه به هر زمانی که شما در این وضعیت قرار گرفته میتونید باشین. بعد میایم
آرام و طرف بالا. متوجه باشین که در این وضعیت دچار سرچرخی نشوید. خب گفتیم شخصی که دچار تنگی کانال نخاعی میشه، پا در قسمت پا سردی احساس میکنه و دیگه ای که فرد وقتی یک چند دقیقه راه میره مجبور میشه که بشینه. به خاطر اینکه جریان خوب در پا خوبتر شوه و دیگه شخص بتونه بهتر راه بره، لازم است که از یک بایسکل استفاده کنه. اگر بایسکل ساکن باشه که خیلی خوبتر است، به همین شکل برای یک دقیقه دو دقیقه تا زمانی که میتونه به همین شکل بایسکل خوب برانه، از بایسکل استفاده کنه تا جریان خون در قسمت پاها خوب شوه، تا مشکل در جریان را رفتن کمی بهتر شوه، بتونه یک فاصله خوبتر را و زیادتر را راه بره. اولین تمرین برای تنگی کانال نخاعی است که در تخته به پشت خواه میشیم، زیر سر خود یک بالش قرار میدیم، پا در وضعیت هست، دستا را به این شکل میگیریم، میایم بالا تا جایی که امکان داره بالا میایم. این تمرین برای تقویه عضلات شکم است. اگر محدودیت داریم یا نمیتونیم وزن شکم ما زیاد است، میتونیم فقط تا این اندازه را بالا بیاییم. این تمرین را در تکرار میکنیم و در جریان روز کوشش میکنیم سه مرحله انجام بدیم. دومین ورزش به شکل است که در این وضعیت قرار میگیریم، پا در این وضعیت هست، دست را میارم در این حالت، دست راست همراه با پای چپ، پای چپ پایین میاد، دست راست بالا میره، پا متوجه باشین که زمین لمس نکنه اما تا حد امکان پایین میاد، بعد دست مخالف با پای مخالف.